این قوم اگه ما رو خوب بشناسن میدونن ما یه عمر داریم در به در میگردیم که تو رو از زهره یه سیلی بخوریم. این از سر گریه، گریه گریه ضعف نیست، گریه فاتحان است. این یک. دومیش این گریه ما هر موقع دیدید ما اشکمون در اومد مطمئن باشید فرداش خیلی خبر است. من میخوام یه چند جمله اینجوری حرف بزنم. یادتون میاد حاج قاسم گفت که نمیدونم من رو به مردم میتونم حرف بزنم؟ نه کدوم دور حرف بزنم؟ من باید آبجی یاد داداشا ظاهر من نمیپسندید اب نتر، اون یکی ظاهر تو رو نمیپسنده اب نتر، خیلی جا خط فکری سیاسیمون تو دانشگاه بیرون با هم فرق داره اب نتر. یادتون میاد حاج قاسم چی گفت چند مدت پیش؟ گفت اینا دخترای ما، اینا پسرای ما. من میخوام یه چیزی بهتون بگم، ما امروز همه بچه شهید. من قبل این جلسه رفتم تو این سرچشمه، جلسه بود، این بچه های قد و نیم قد شهدا رو آورده بودن، اینا به خدا یکیشون انقدر گریه میکرد. من 3 سالم بود بابام شهید شد، حاج قاسم اومد خونه ما یه جوری بغلم کرد، من دلم آروم شد، گفتم من دیگه بابا دارم. و امروز من دوباره یتیم شدم. بچه های فاطمیون اومده بودن همین رزمنده بودن، ما امروز یتیم شدیم. اما حرف من یه چیز، بال پرواز گشایید که پرها باقی است، بعد از این بار سفر باز سفرها باقی است. پشت بت ها نشود راست پس از ابراهیم، بت شکن رفت ولی باز تبرها باقی است. شرط اول قدم آن است که مجنون باشی در ره منزل لیلی که خطرها باقی است. خوب بشنوند، جنگ پایان پدرهای سفر کرده نبود، شور آن واقعه در جان پسرها باقی است. گفت در پیروی از اوست که پرچم داریم، هر چه داریم من و تو ز محرم داریم. ما الان همه بچه شهیدیم. و یه جمله میخوام بگم، سید ما، عزیز ما، نفس ما، عشق ما، آقا جان، ما امروز دلنگرانیم بود که شما دلتون نگیره، شما گریه نکرده باشید. ما از صبح دلنگران اینیم، شما مالک از دست دادید، نکنه مثل علی تو مسجد کوفه ناله بزنید بگید دیگه دنیا رو نمیخوام بعد مالک. اما آقا جان ما میدونیم که شما الحمدلله از این مالک ها زیاد دارید. من حرفم یه چیزه، آقا ما دخالت نمی کنیم تو کار شما، غلط بکنیم دخالت بکنیم، اما همه جوانای ایران، ببخشید اینجوری میگم چون من همه این بچه ها پر روزه نشینیم با هر ظاهری، آقا جان من اگه به من بپرسن من میگم کاش امشب من بخوابم فردا صبح دوباره مثل همون ساعتی که بیدار شدم بیدارشم گوشیمو دست بگیرم بگن که سپاه پاسداران با موشکهاش حیفا و تلاوی با خاک یکسان کرد. ما بیادبی نمی کنیم، ما دخالت هم نمی کنیم، هر تصمیم بگیرن آقا جان دست به قبضه ایم، شعارم نمیدیم، دست به قبضه ایم مثل مقداد داریم عقب عقبی هم راه میشیم. اما چشمامونم دوختیم به لبای شما. آقا شما لب تر کن، این بچه ها چنان به گرده اینها میزنیم که هیچی ازشون باقی نمونه، هیچی ازشون باقی نمونه. و ما اعتقاد داریم خدا از ما قربونی بزرگ قبول کرده، به زودی زود اینا انگار دوست داشتن، چون میدونید اینا با ما به قول اون استاد ما اینا قتل نکردن، امروز وارد قتال شدن، اینا یه نفر نکشتن، اینا یه ماجرا رو زدن و منتظر
اولا سلام ما رو به حضرت زهرا برسون، سلام ما رو به امام مهدی باکر برسون، سلام ما رو به امام برسون. بگو امام امروز این بچه ها تو این جلسات ما خبردار شده، یه جمله داشتن گفتن سلام ما رو به امام برسون. بگو آقا جان با اون عهدی که پدران ما با تو بستن ما محکم ایستادیم، ما مرده باشیم یه ذره ته دل خانواده‌های شهدا خالی بشه، ما مرده باشیم امروز هازا یومون فرحت به آل زیاده و آل مروان بخندن، امروز بخندن، اما ما پا روزه بزرگ شدیم، ما تو قله عالم ایستادیم مثل دختر علی. به ما میگن امروز چی دیدید؟ میگیم ما رأیتو الا جمیلا. ما به زودی زود چنان تو مجلس یزیدتون، نه تو کربلا، مطمئن باشید به زودی زود ما تو همون کاخ سفیدتون چنان زیر گوشتون میزنیم، تازه مثل یزید که شما ها نسل اونی، تازه یهو به خودتون میاد ای وای ما چه کار کردیم، به زودی زود پشیمانتون میکنیم. اما دل ما روزه میخواد، دل ما پر شده. میدونم بعضی از عزیزان مخصوصا مادرهای شهدا تو خونه نشستن دلشون روزه میخواد. یبن شبیب ان کنت باکی لشیء فبکی للحسین. من میخوام بگم مردم باورتون میشه زینب اومده کنار بدن علی اکبر وسط میدان؟ به خدا اگر آمده چون هنوز کمره میدان دست عباس، هنوز پرچم عباس بالاست که زینب میتونه بیاد کنار بدن علی اکبر. فرمود روز عاشورا کنار هر شهیدی میرسید ابی عبدالله مینشست بغلش میکرد، شروع میکرد باش حرف زدن، اینقدر حرف میزد تا اون شهید آروم چشاشو میبست، ابا عبدالله از کنارش بلند میشد. عاشق جعفرهای شوشتری میگه یه جا کنار این شهید خیلی نتونست بشینه، میگه بدو بدو اومد القمه، ما روز خونا بستش میدیم. عاشق جعفر میگه کوتاه‌ترین توقف پیش کنار بدن عباس بود، میگه تا نشست سری بلند شد، به قول معاذری ها آوارگال میشم، اترم یا دروم کده، هی میگو عباس آواره کردی منو بشینم کنارت، چجوری بشینم؟ بلنشم برم چجوری برم؟ برم بدن تو به کی بیزبارم بین این دشمن ها؟ بشینم کنارت خیمه هم تنهاست. عباس بلند شو، عباس بلند شو، زینب منتظره. تا رسید کنار خیمه هم مقرم مختلش می نویسه یه نگاه کرد، کی دیده مرد جلو زن و بچه گریه کنه؟ اونم چه گریه ای؟ میگه تا رسید بچه ها دورش رو گرفتن، یکی میگو همون گو مردم ای اهل حرم میر و علمدار نیامد، سکای حسین سید و سالار نیامد. میگه تا رسید بچه ها دورش رو گرفتن، میگن نبی عبدالله آستین رو گرفت جلو چشاش، بلند بلند نبی عبدالله شروع کرد گریه کردن برای اول فضلش، بچه ها دورش رو گرفتن. یه جمله من روزم صدام ندارم با صدا امروز روزه بخونم حالش، اما یه جمله حرفم اینه، روزه آذری دوست دارم بخونم ترجمهشم بکنم، اونم روزه من اینه. دده سالارم سولت سردارن نگلدیم، کانل علم گهتون علم دارن نگلدیم، سالار حرم پرچمش آوردین علمدار خودش کجاست؟ یه یکی از بچه ها بدو بدو دوید جلو گفت بابا آتوس زجلم مرد پیاده گتره ایدون، نعشن یقی بکبر تگباده گتره ایدون. گفت بابا اگه نمیتونست خودش بیاد لاغل مثل علی اکبر جمعش میکردی تو عبا میآوردیش، الهی قربونش بشم مثل علی اکبر اربن ارباش کردن مردم، جان شما جان این شهیدمون. انشالله روز یک شنبه روزهای دیگه انشالله این طوفان رو میخوان ببینن. صلی الله علیک یا سیدن المظلوم، صلی الله علیک یا سیدن القریب، صلی الله علیک یا سیدن العطشان، رحمت الله و برکاته. خیلی ممنون، تشکر میکنم. انشالله که همه ما هم حالا چه در تا زمانی که در حیات هستیم و چه مرگمون تو این مسیر باشه، یعنی انشالله که یک نفر مرگش تازه شروع یک جریانی باشه، این یه
اوج اون آرزوی هستش که هر انسان میتونه داشته باشه. هر مسلخ عشق جز نکو را نکشند، روبه صفتان زشت خو را نکشند. گر عاشق صادقی ز مردن نه هراس، مردار بود هر آن که او را نکشند.